Tam na Jove imitu nema tijekom. Fem gola tijem ovo, Rusko Ribovarno, ovo si kao vada na ovaj kodni. این همه تماشاچی اومدن و خیلی خوشحالشون کردین با این گلی که زدین و صعود به مرحله بعد. تا حالا تو بازی با عراق چی رو در نظر دارین؟ خب هر بازی شرایط خاص خودش داره. من دست تک تک تمام مردم رو میبوسم و امیدوارم این حمایتشون ادامه داشته باشه و ما هم بتونیم جواب محبتاشون رو بدیم. خود در آن چه حسی داری؟ خیلی خوشحالم از برد، واقعا خوشحالم و خدا رو شکر میکنم. موفق باشید. خب اینم از کاپیتان تیم ملی فوتبال کشورمون جواد نکونام که امروز خیلی خوبم بازی کرد، تو توپگیری ها خیلی موفق بود، تونست راه ارتباطی تیم امارات رو خیلی خوب قطع کنه. اگرچه واقعا این بازیکن شماره 10 شون عمر عبدالرحمن عجب بازیکن خوبیه و هر چقدر می‌خواست میتونه راحت پاس بده. بریم سراغ تیموری ها. در اول دوستان از تماشاگرای خوب ایران تو استرالیا، بذار من بگم بعد تو استرالیا تشکر بکنم. واقعا مستقیم برد بودیم، نه با این یه گل. موقعیت خیلی زیادی داشتیم، متاسفانه از دست دادیم، ولی خدا شکر اول گروه شدیم و با رویه بهتر I want to thank every one of our fans firstly. They've done a fantastic job in Australia. We deserve to score more goals, but we're happy to qualify as the first team of the group. How much did the fans help you in those final moments? مطمئن باشید فوتبال لذتش به تماشاگرایی که وارد استادیوم میان. بدون این اشخاص و بدون این افراد محترم هیچ لذتی توی فوتبال نمیبینم. Most definitely the joy of football is all because of the spectators. We cannot forget what they've done for us and there is no joy without them. There were a lot of angry players at half time. Did you feel the decisions were going against you? این تأثیری داشت به خاطر روی شما؟ عصبی؟ نیمه اول خیلی بازیکن ناراحت بودن. عصبی داشتیم اون دفعه. ناراحتی به این دلیل بود که ما می‌خواستیم این بازی رو ببریم و دلیل عصبانیت این بود. عصبانیت از هم دیگه نداشتیم. به خاطر همین می‌دونستیم چی داشتیم، چی می‌خواستیم و برای اون داشتیم تلاش می‌کردیم. We only upset because we wanted to win the game. We were trying hard with full determination to win the game only. خب برخ از سوالا ما عجب غریب دیگه، عصبی بازیکن تیم ملی ما، همه با هم یه رفیقن. تا نکته که در مورد تیم ملی کشورمون هم وجود داره این رفاقت ها است که انصافا خیلی خوب به چشم میاد. عرض میکنم که زمین که رضا قوچان نژاد به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شده که براش آرزوی موفقیت داریم. عرض میکنم که بازی بعدی مرحله بعدی از روز پنجشنبه آغاز خواهد شد. پنجشنبه ساعت 11 کره و ازبکستان، 13 استرالیا با چینه که بازی میتونه جذاب باشه. جمعه 3 بهمن ساعت 11 بازی تیم ملی فوتبال کشورمون برگزار خواهد شد، چون به عنوان تیم اول ما صعود کردیم. ساعت 13 تیم دوم گروه با تیم اول گروه 4 بازی خواهد کرد که فردا تکلیفش مشخص میشه. عراق با تیم فلسطین بازی میکنه فردا، تیم اردن با تیم ژاپن، که عراق و اردن و ژاپن هر سه تاشون برای رفتن به مرحله بعدی امیدوار هستن که ببینیم اتفاقات عجیب و غریب میفته، که مثلا تیم اردن بیاد تیم ژاپن رو حذف کنه یا نه. دیگه اتفاقات عجیب و غریب نمیفته. تیم های ملی فوتبال ژاپن و عراق تیم های اول دوم راهی مرحله بعدی میشن. بریم میساقی عزیز، مهار حسین همراه شما هستیم. متشکرم مهارزای عزیز. در حالی که تماشاگران دیگه دارن استادیوم سانکورس بریزبن رو ترک میکنن، ما اینجا هستیم خدمت شما. واقعا بازی حساس و جذاب بود همونطوری که دیدین. حالا من نکاتی که ندیدم، شما تو استادیوم بودیم، دو تا از فضایی که کاملا به سیر تیم ملی فوتبال کشورم بود هم از همون دقیقه اول، بله، یه اطمینان خاصی روی نیمکت تیم ملی ما حتی نزد بازیکنهای ما وجود داشت. یعنی حتی با اون ترکیب اولیه که اعلام شد بعضی متعجب شدن از این ترکیب اولیه، ولی خود آقای کارلوس کیروش بازیکن بزرگ تیم ملی که قبل از تیم بازی اومدن تو زمین قدم زدن بین نیمه داشتن خودشون گرم میکردن، قشنگ معلوم بود که با برنامه است و برای دقیقه به دقیقه بازی آقای کارلوس کیروش برنامه داشت. همونطور که دید دقیقه شیش اصلا تجربه خود شروع کرد و البته خدمتتون ارز کنم که تو هتل که داشتم میومدم به سمت بازی یه جوری بود تعهد آقای کیروش اصلا مهم نیست براش مرحله بعد ما با ژاپن بازی کنیم، درسته، یا با عراق بازی کنیم یا اردن. و این به نظرم از نکات جالب این بازی بود، همین که برای ما فرق نمی کرد که مرحله بعد با کدوم تیم بازی بکنیم. اینجا برای اماراتیا
به ویژه خبرنگارای اماراتی که تو جایگاه خبرنگاران بودن این بازی عجیب مهم. از ریاکشن ها و عکس العملات میشه تشخیص داد که خودشون حس میکنن اگه بله عمل حجم اینقدر هوا بالا درسته بالا. بسیار عالی. امیدوارم که سر بچی چند براحت شرایط رو بهتر داشته باشیم. انشالله تیم ما فردا آزم کندرا خواهد شد. خودش آمار بازی کرده مهار کرده تیم ملی ما حقیقی هیچ توپی مهار نکرده تک لوزن با قول 14 دو تا ایران یه دونه تیم ملی فوتبال امارات و الباقی آمار ارقامون دوئلی که 54 تا ادعای بعد از کامرا خواهیم شد از اونجا گذشته تضمین خواهیم کرد ان شاء خیلی متشکرم به همتون. خسته نباشید. میگم براتون آرزوی موفقیت دارم. درود بر تو و همه همکارا. خدا نگهدار. سفرتون بی خطر ان شاء الله. متشکرم محمد. درود بر تو. ممنونم محمد رضا عزیز. خسته نباشید. به شما همه عزیزانم نگهدار.